د افغانستان حکومت د نړیوال سره خاص د امریکای سره ستراتیژیک تړون لري د ناتو سره تړون لري دغه تړونونه یو دوامدار باثبات او مهم تړون دی د خاطر چې د افغانستان حکومت په تیرو اتلسو کالو کې یو ډېر ټینګ مشارکت جوړ کړی د خپل متحدینو سره نو زموږ متحدین هم دې ته ژمن دي تر څو د افغانستان خلکو سره پاتې شي تر څو موږ پر خپل پښو ودرېږو او وکولی شو چې د خپل ستونزې خپله حل کړو د افغانستان ملي او بین المللي مشروعیت هیڅکله نسي کیدلی سوال لاندې لاړ شي موږ د ټولو هیوادونو سره خاصتا د هغه قوي متحدینو سره ډېر دوامداره باثباته اړیکې جوړ کړي او په مشارکت کې یو نو دغه مشارکت په هیڅ وخت د سوال لاندې نه ځي دا دوامدار مشارکت دی دا مشارکت د افغانستان د خلکو او نړۍ تر منځ دی د مهمو او مشترکو ارزښتونو پر اساس باندې هغه دا دی چې د افغانستان خلک په تیرو څو کلونو کې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره بلکې د ټول نړۍ او د منطقې د ثبات او امنیت لپاره مشترکاً کار کړی نو دغه مشارکت د ارزښتونو مشترک ارزښتونو پر بنیاد ولاړ دی او دا به هیڅکله خدشهدار نه شي او دا به هیڅکله له منځه لاړ نه شي موږ د اکثریت هیوادونو سره دغه موافقتنامې لرو مهم موافقتنامې دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت نو په دغه موافقتنامې کې کاملا تعهد لري او زموږ سره نړیوال تعهد هم شته یعنی د نړیوالو د تعهدونو په وړاندې تر اوسه هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی او دغه تعهدونه د یو باثبات افغانستان دپاره دی د یو ښه افغانستان دپاره دی او مشترک ارزښتونو پر بنیاد ولاړ دی هغه دا دی تر څو په ګډه سره ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړو افغانستان پر پښو ودرو او د دې مخنیوی وکړو چې خدای ناخواسته افغانستان دی بیا یو بد حالت ته لاړ شي چې زموږ هیواد خدای ناخواسته د تروریستانو اصلي ځای وګرځي او یا بیا وران شي نو دغه حمایتونه په تیرو اتلسو کالو کې رامنځته شوی دی یو بنیاد لري اساس لري او دا هیڅکله نسي کولی چې د پوښتنې لاندې لاړ شي څو پړاو لري اول به دا وي تر څو موږ ووینو چې هغه ابتدایي تفاهم چې رامنځته کیږي بیا دوهم مرحلې ته زمینه همواره سي او بالاخره مخامخ خبرې اترې پیل شي آتش بس پکې راشي او موږ بیا لاړ شو مخامخ کینو د طالبانو سره او د هغوی غوښتنې وګورو او سوله راشي هېواد ته د افغانستان د حکومت او د ولسمشر یوازنی هدف دا دی تر څو دغه جګړه ختم شي سوله راشي او خپل رئیس صاحب جمهور هم په اختر کې به ویل چې زموږ مذاکرات به شرطونه نه لري خو زموږ سوله شرط لري هغه شرطونه دا دي چې د افغانستان د خلکو اکثریت منافع پکې خوندي وي یو با عزته دوامداره سوله راشي چې په هغې کې به د خلکو اساسي منافع او زموږ د تیرو اتلسو کالو ټول پیشرفتونه زموږ د نظام پیشرفتونه زموږ د سیاسي پیشرفتونو خوندیتوب پکې تضمین وي آغاز دور هشتم گفتگوهای آقای خلیزاد با طالبا از پیشرفتهای کنا داشتن حکومت افغانستان آگاه ساخته در گذشته به گونه پیوسته از پیشرفتها حکومت افغانستان آگاهی پیدا کرده طبعا ما هم بحث حکومت ملاحظات خود داشتیم وقتاً فوقتاً اما ای که بعد از ختم دور هشتم گفتگوها کاپی از این توافقنامه شریک ساخته شده باشه ای درست نیست تا بال شریک ساخته نشده حالت نیروهای خارجی در افغانستان بر اساس خواست مردم افغانستان است و بر اساس تعهدات است که جامعه جهانی در قبال افغانستان باثبات دارد طبعا در حال حاضر ما با تهدیدات زیاد روبرو هستیم موجودیت ده‌ها گروه هراس افغان در افغانستان فعالیت این گروه ها و جنگی که ما داریم که بر اهداف مشترک است طبعا نیاز به یک مشارکت است و ما از تعهدات جامعه جهانی برای امنیت افغانستان و ثبات افغانستان خوشحال هستیم و امیدوار هستیم که این مشارکت دوامدار باشه پایدار باشه برای اینکه
افغانستان مبدل بلانه ترورستان نشه. منطق اصلی حضور نیروهای خارجی در افغانستان که بر اساس خواست مردم بوده است که کشور ما مبدل بلانه های تروریستی نشه، مبدل به پناهگاه اصلی تروریسم نشه. ما نیاز داریم که به این مشارکت دوام بدیم، اما تعداد نیروهای خارجی در افغانستان، چگونگی حضورشان، این همش بستگی به این داره که ما با کدام نوع تهدیدات روبرو هستیم، آیا شرایط چگونه تغییر خواهد کرد. یعنی حضورشان بستگی به شرایط است، وابسته به شرایط کنونی در افغانستان است که خطرات از کشور ما به کدام سطح همه باشه. ما هنوز هم نیاز داریم تا بخشی از نیروهای خارجی در افغانستان باقی بمانه. مسئله ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است، مسئله حمایت نیروهای بین المللی از نیروهای امنیتی افغانستان است و چند دلیل دیگه که باعث میشه تا ما حضور اینا را در افغانستان داشته باشیم. موجودیت داعش است در افغانستان، موجودیت گروه القاعده و ده ها گروه تروریستی که در افغانستان هنوز فعالیت داره. ما باید این مبارزه را مشترکاً به پیش ببریم. حضورشان به معنای مبارزه مشترک ما در برابر تهدید مشترک است که تروریسم است. ما امیدوار هستیم که روز شود تا نیروهای امنیتی ما به گونه که نیاز است از ظرفیت ها برخوردار باشه، ما بتانیم که خود ما از کشور خود دفاع بکنیم. اما تهدیدات مشترک است، مبارزه باید مشترک باشه، ارزش ها مشترک است و ما از ادامه مبارزه مشترک خود با نیروهای خارجی کاملا راضی هستیم و امیدوار هستیم که بالاخره افغانستان صلح و ثبات داشته باشه و هیچ وقت ضرورت نشه که ما با دشواری ها روبرو شیم. خدادم به ارتباط ای که آقای فیروزی از زندان منتقل شده و نظربند است، شما در جریان هستین که یک کمیته از طرف حکومت افغانستان توظیف شد تا وضعیت صحی آقای فیروزی را بررسی بکنه. این پیشنهاد کمیته مضاف بود که باید آقای فیروزی از زندان منتقل شود. متاسفانه در گذشته ما شاهد این بودیم که کسایی که وضعیت صحیشان خوب نبود متاسفانه جانهای خود عزیز دادن. اما بر حکومت افغانستان مهم است که پول کابل بانک حصول شود و این کار میشه. آقای فیروزی معاف نشده، هنوز هم در محکومیت قرار داره، زیر نظارت شدید قرار داره. نهادهای مربوط مثل سارانوالی، مثل امنیت و خود کمیته که برای حصول قرضه های بانک کابل بانک است، اونا کار خود انجام میتن. رهاییشان یا انتقالشان به منزلشان به معنای معاف کردن حبس آقای فیروزی نیست. خب بر اساس قوانین کمیته که یک جا با نهادهای عدلی و قضایی کار کرده بود این توصیه را به حکومت افغانستان کرد که اینا باید از زندان منتقل شوند. و شایعات دیگه که مطرح شده توسط بویژه توسط آقای نبیل که گویا در بدل پول رها شده، این کاملا بی بنیاد است، کاملا بی اساس است. این معلومات جنبه کمپاینی داره متاسفانه و این ادعا با تاسف صلاحیت های حقوقی و قانونی نهادهای حکومت افغانستان متاسفانه اینا تلاش دارن که زیر سوال ببرن. ما در یک نظام هستیم، نظام فیصله میکنه و این صلاحیت نظام است و این هیچ ربطی به این نداره که در بدل پول رها شده باشه. این سخنانشان ما کاملا به شدت رد میکنیم، بی بنیاد است، بی اساس است. امیدوار هستیم که این اظهارات صورت نگیره. در شرایط کمپاین هستیم، همگی دارن مصروف کمپاین است و با تاسف حکومت نشانه قرار میدن و این موارد مطرح میکنن. یا موقف جامعه جهانی روشن است. امروز اتحادیه اروپا اعلان کرد که از انتخابات افغانستان حمایت میکنه. ایالات متحده امریکا بارها حمایت شان را از پروسه انتخابات اعلان کردند. حکومت افغانستان هم تعهد کامل برگزاری انتخابات داره. با باور ما هیچ نوع شک و تردید باید وجود نداشته باشه. تقویم انتخاباتی وجود داره
مدرک مرحله مهم کمپاین ها هستیم. کاندیدای محترم که خود کاندید کردن باید بدانند که انتخابات میشه، از خاطر که انتخابات برگزار میشه یا کاندید هستند، و امیدوار هستیم که بی‌باوری ها دور شود و کاندیدا مردم برای حضورشان در انتخابات ترغیب کنند و کوشش کنند که با کارزارهای انتخاباتی مردم از این پروسه آگاهی پیدا بکنند، و ما امیدوار هستیم که حضور گسترده مردم در روز انتخابات داشته باشیم. هیچ چیز مانع برگزاری انتخابات نمیشه. حمایت جامعه جهانی کاملا در برگزاری انتخابات پابرجا است. اعلامیه های شما اینا رو شما دیدن میتونید. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، اینا وقتاً فوقتاً اعلان کردن از حمایتشان. دیروز هم آقای رئیس جمهور با نماینده اتحادیه اروپا دیدار داشت، و در این دیدار نماینده اتحادیه اروپا واضح از انتخابات حمایت خود اعلان کرد. در حکومت افغانستان شک و تردید وجود نداره. ما امیدوار هستیم که کاندیدای محترم هم شک نداشته باشند، برن به طرف کارزارهای انتخاباتی، مردم تشویق بکنن که اشتراک کنند در انتخابات، و ما انشاءالله از طریق انتخابات حکومت آینده خود خواهیم داشت. هم صلح هست هم انتخابات است. ای کاش که صلح فردا برقرار شود. اما بر انتخابات ما تقویم داریم. انتخابات باید برگزار شود و صلح هم به پیش میره. ما شاهد پیشرفت‌های در پروسه صلح داشتیم. این پروسه ها در تضاد با هم نیستن، متمم یک دیگر است. بر حکومت هر دو اولویت داره، بر جامعه جهانی اولویت داره. ما با اتحادیه اروپا و امریکا روی ارزش ها مشترکاً کار میکنیم. انتخابات ما پروسه دموکراتیک است و جامعه جهانی در 18 سال گذشته به خاطر پروسه های دموکراسی و حاکمیت مردم به قدر کافی سرمایه گذاری کردن. با باور ما در حکومت افغانستان ما دوگانگی را نمی بینیم. ما شاهد اعلامیه های سفارت امریکا بودیم که اونا از انتخابات اعلان حمایت کردن، اتحادیه اروپا اعلان حمایت کرده. با باور ما هیچ دوگانگی وجود نداره و این دوگانگی بین کاندیدا هم باید وجود نداشته باشه. خب دیروز یک موضوعی که مطرح شد بر ترتیب او حل شد، بعدش شما دیدین که تصحیح شد. موقف حکومت افغانستان هم ایست که ما منتظر آغاز مراحل بعدی پروسه صلح هستیم. بعد از اینکه یک تفاهم نامه ابتدایی اعلان میشه، مذاکرات حکومت افغانستان با گروه طالبا آغاز خواهد شد. ای که چی وقت آغاز میشه هنوز روی زمان مشخص صحبت کرده نمیتونیم، اما امیدوار هستیم که مرحله دیگه از این پروسه آغاز شود، گفتگوهای مستقیم آغاز شود، و بالاخره ما وارد یک مرحله اساس پروسه صلح داخل شویم که منجر به ختم جنگ شود، منجر به آمدن صلح شود. افغانستان د حکومت او د متحده ایالاتو ترمنځ ټول هغه معاهدات او موافقت نامې چې شته هغه پر ځای دي، هغه کې به تغییر نه راځي هیڅ کله. نو نور خبرې ټول شایعات دي. حقیقت نه میفهمم که چرا تا به حال قرار نگرفته، و رئیس جمهور افغانستان به نهادهای مربوط دستور داده بود تا تمام تسهیلات که اونا نیاز داره برشان فراهم شود. ای که تا حال نتانستن این دستگاه را داشته باشه، طبعا روی ازی باید کار شود. ما امیدوار هستیم که دارای مربوط مسئول این کار انجام بدن. مسئول نظامی طالب از بین رفته. جزیات شما از نظام سیاسی ما، جمهوری اسلامی افغانستان در نتیجه تلاش های مردم افغانستان و قربانی های سنگین مردم افغانستان به دست آمده، و هیچ کس نمیتونه که این نظام زیر سوال قرار بده. یک نظام است که خواست اکثریت مردم افغانستان در بر داره، و از خواست مشروع مردم افغانستان نیز نمایندگی میکنه. با آسانی ما تا اینجا نرسیدیم. در 18 سال گذشته افغانستان، مردم افغانستان با جامعه جهانی یک جا کار کرد تا ما بالاخره نظام را داشته باشیم که حاکمیت مردم، حاکمیت اکثریت قاطع مردم در او تمثیل شود، و مردم از آزادی های که قوانین ما به اونا قائل از داشته باشند برخوردار باشند، حقوق هر شهروند در محفوظ باشه. و یک گروه نمیتونه که
ای ارزش‌ها را زیر سوال ببره یا در مخالفت با خواست 30 میلیون افغان قرار بگیره. هیچ کار، هیچ برنامه باعث نخواهد شد که خدای نخواسته ما برگشت داشته باشیم، بقب برمیگردیم و خدای نخواسته ارزش های اصلی نظام خود از دست بدیم. امکان نداره. حکومت افغانستان، مردم افغانستان آنقدر پیشرفت کرده، آنقدر به پیش رفتیم که دیگه نقطه برگشت وجود نداره. ما به پیش میریم، نظام خود بیشتر مستحکم میسازیم. کسایی که از جنگ دست میکشند خوش آمدن به نظام ما بپیوندند، اما دشمنی با نظام ما برشان هیچ نتیجه را نمیتونه در پی داشته باشه. یک گروه هرگز نمیتونه که بالای خواست 30 میلیون افغان پای بگذاره یا نظام را که 30 میلیون افغان میخواه او را از بین ببره، هیچ امکان نداره. در قسمت صحبت های آقای پدرام، خب ما بارها گفتیم که آقای رئیس جمهور، آقای اشرف غنی پیش از اینکه کاندید باشه رئیس جمهور افغانستان است، بیشترین کارشان متوجه پیشبرد امور حکومت افغانستان است و از امکانات دولتی برای پیشبرد کمپاین های خود استفاده نمیکنه. اگر صحبت های را به خاطر 100 سالگی، جشن 100 سالگی داشته کردن که گویا این جشن معنا نداره، فکر میکنم به احترامی کردن به خواست مردم افغانستان، به ندای آزادی مردم افغانستان یک به احترامی است. همه ما باید به این روز، باعث یک روز ملی، باعث یک روز که افغانستان داره 100 سالگی آزادی خود جشن میگیره، احترام بگذاریم. نیروهای خارجی در افغانستان بر اساس خواست مردم افغانستان آمدن، افغانستان اشغال نیست، ما مهمانهای خارجی داریم. اگر این آقای پدرام نمیفهمه، به باور ما روی درک سیاسیش باید شک کنیم، و اگر خدای نخواسته توهین میکنه، به احترامی میکنه و به جشن آزادی ما، این توقع مردم نیست از یک سیاست مدار. تشکر بسیار زیاد.